نرخ تورم در ایران از کشورهای سوریه، افغانستان و یمن که درگیر جنگ داخلی هستند پیشی گرفته مرکز پجوهش های مجلس شورای اسلامی این موضوع را بر اساس تورم 21 درصدی اعلام کرده بر اساس نتایج به دست آمده از سوی این مرکز ایران از نظر تورم رتبه شش جهانی و اول منطقه ای را از آن خود کرده است گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس نرخ رسمی تورم 21 درصدی در ایران تهیه و تنظیم شده بلاروس را با تورم 65 درصدی رتبه اول کشورهای تورم خیز جهان معرفی کرده این در حالی است که پیشتر از یک سو آیت الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید نزدیک به حکومت با غیر واقعی خواندن نرخ تورم 21 درصدی گفته بود درصد تورم بیش از این مقدار است از سوی دیگر منابع خبری در ایران از قول کارشناسان نرخ واقعی تورم را 110 درصد اعلام کردند در این میان خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه از احتمال شکسته شدن رکورد تورم در سال آینده خبر داد این خبرگزاری با اشاره به تورم 49 درصدی سال 74 از قول کارشناسان پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال 92 با افزایش 15 تا 20 درصدی رکورد تورم سال 74 را شکسته و تورم رسمی از مرز 50 درصد عبور میکند در حالی که علت اصلی تورم افزار گسیخته را مجلس شورای اسلامی به گردن دولت میاندازد و دولت آن را به تحریم های بین المللی نسبت می دهد حسین راقفر کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با سایت پارسینه تورم را محصول مشترک دولت و مجلس می داند. که به گفته وی دولت و مجلس می به سهم خود به جامعه امیدواری بدهند اما اقدام آنها به طور طبیعی انتظارات تورمی را تشدید کرد اقدامی که به گفته این کارشناس حکایت تزان آن دارد که اعتماد میان سیاستگزار اقتصادی و مردم از بین رفته است وفا زربهاری صدای آمریکا